مصاحبه با تیمسار ارتشبر حسن طوفانیان در روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1364 برابر با 9 می 1985 در شهر واشنگتن دی سی. مصاحبه کننده زیای صدری. تیمسار، امروز اولین بخش مصاحبه را به شرح حال شما اختصاص می دهیم. تقاضای من این است که بعد از ذکر تاریخ و محل تولدتان به تفصیل درباره سوابق پدر، مادر و شرایط خانوادگی و اجتماعی محیط رشد و دوران تحصیل خودتون صحبت بفرمایید. به طور کلی اون چی که من یادمه، تولد من در 15 شعبان 1331 قمری بود و پدرم اینو پشت قرآن نوشته بود و آخرش هم نوشته بود که انشالله که عاقبت به خیر باشی. بعدن اون روزی که من متولد شدم در ایران سازمان سجل احوال، سازمان ثبت اسناد، سازمان‌های اداری منظم وجود نداشت. بنابراین من دارای سجل احوال نبودم. چیزی نبود که سجل احوال بگیرم. به خاطرم میاد، حالا چند ساله بودم نمیدونم، به خاطرم میاد که پدرم من و یک یا دو برادرمو با همراه خودش بود در خیابون ری در کلانتری برای ما شناسنامه گرفت. یعنی من راه میرفتم که این شناسنامه درست شد. اداره سجل احوال داشت. شناسنامه من عبارت بود از یه تیک کاغذ، نوشته بودن حسن آقا پسر آمیز مهدی متولد 1291 شمسی. نه روز داشت نه چیزی دیگه. این سجل احوال من بود. بنابراین بعدها فهمیدم 15 شعبان 1331 قمری مطابق 1292. اما حالا که در امریکا آمدم با اون چی که یادم بود و تطبیق کردم و گفتم، تاریخ تولدم در اینجا شده 12 جون 1912. محل تولد من تهرانه. پدر من یک مغازه خیاطی داشت و یک مغازه پارچه فروشی محقر، خیلی بزرگ نبود ولی یک زندگی سلامت و متدین داشت. من به مدرسه ابتدایی به نام مدرسه ترقی رفتم، دولتی ترقی. این فکر میکنم اولین مدرسه دولتی بود که در زمان رضا شاه ایجاد شد. اما در افراد خانواده من اشخاصی بودند که میگفتند آمیز مهدی از دین خارج شده، برای اینکه بچه‌شو مدرسه ترقی گذاشته. این خیلی جالبه. برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه اون روزی که من به دنیا آمدم و اون روزی که من به مدرسه رسیدم، تقریبا همه چیز دست آخون بود و ملا. این نه تنها اون روزی که پهلوی آمد دست آخون و ملا بود، در زمان سلسله قاجاریه هم شاه‌های قاجاریه سلطنت نمی کردن. شاه بی تخت و تاج ملاها بودن، سادات اخوی بودن، حجت الاسلام فلان بودن، آیت الله فلان بودن، اینها بودن، نه شاها. ملاحظه کن آقا جون چه شکلیه. یک مملکتی دارای سه بنیه، سه قدرته: قدرت قانونگذاری، قدرت قضایی، قدرت اجرایی. اون وقتی که من به دنیا آمدم قدرت قانونگذاری دست آخوند بود، دست ملا بود. یعنی مطابق قوانین مذهبی اسلامی شیعه اثناعشر به استناد آیات و روایات و احادیث تمام مملکت اداره می شود. پس
قدرت مقننه، قوه مقننه دست آخون بود. قوه قضاییه چیه؟ عدلیه، ثبت اسناد، ثبت احوال. پدر من که میخواست یه خونه بخره، من به خوبی یادمه حموم نواب خونه ما بود. پدر من من رو برداشت بر منزل عاشق جعفر نهاوندی. عاشق جعفر نهاوندی یه کاغذی روش امضا کرد، انتقال این خونه از خریدار به از فروشنده به خریدار. پس یا اینکه اگه بین من، اگه بین پدر من و همسایه و یا میرابه که آب تو خونه مینداخت دعوا میشد، این دعوا رو کی حل میکرد؟ عاشق جعفر نهاوندی، آمیزسن فلان که عاشق بودن. پس بنابراین قوه قضایی هم در بس دست آخون بود. بعد میمونه قوه اجرایی. قوه اجرایی چیه؟ در یک قوه اجرایی دو عامل مهمه، یکی آموزش و پرورش، یکی فاینانس مالی. آموزش و پرورش در بس در انحصار آخون بود. برای چی؟ برای اینکه دم حموم نواب سرتخت یه دکون بود، تش، خاک، گل. بچه ها صبح گلیمشون زیر بغلشون میذاشتن میمدن اونجا میشستن، آمیرزا بهشون میگه الف دوز بر اندو زیر اندو دو پیش اون. این ام جز که تموم میکرد تموم بود. یا در امامزاده یحیی زیر چنار سوخته یه آمیرزا دیگه نشسته بود، بچه هم یه پوست بره پاره و یا یه گریم زیر بغل شد میمدن میذاشتن اونجا. این بود مدرسه. و این که تموم میشد اینا رو اینا میرفتن میرفتن مسجد. در مسجد، در هر مسجدی یه حجره داشت، این حجره ها آخونده توش بودن. جوون ها ادهات مختلف میامدن تو این حجره ها بودن. و در هر جای مثلا من آشناییم با مسجد مروی و مسجد حاج ابوالحسن در حموم نوابه. اونجا یه مدرس داشت، این مدرس یه آخون میامد آموزج و شرح لومه و نصاب و سبیان و اینها رو میداد، این میشد مدرسه متوسطه. بعد میرفتن یا قم یا کربلا شرح لومه و معانی و بیان اینها رو میخوندن، آخون میشدن، حجت الاسلام میشدن. بنابراین وقتی که من به دنیا آمدم مملکت در دست آخوند بود. اما رضا شاه چیکار کرد؟ رضا شاه آروم، بی سر صدا، خیلی یواش، اول اومد خودش هم شکل آخونده شد. من خودم به خوبی یادمه که رضا شاه با ملکه، با محمد رضا ولیعهد و همه بچه ها روز عاشورا، شب شام غریبان، اینا شب شام غریبان اینا اومدن هم خونه سادات شمع قدی روشن میکردن. شمع روشن کردن آخه چیه؟ این اومد شمع روشن میکرد. یا من خودم دسته سرباز خونه قضا خونه رو یادمه. اینا اون وقت چیکار کرد؟ رضا شاه خیلی آروم آمد ضمن سازمان دادن به اصطلاح امریکا، یا این آخوند رو از این حقوق مسلمی که مال خودش بود دپرایو کرد، محروم کرد. یادم رفت بگم که گفتم که در یک قوه اجرایی مهمترینش یکی آموزشه که براتون تشریح کردم چشک 100% در انحصار آخون بود، یکی قدرت مالی که اینجا میگم فاینانس مالیه. اینم به وسیله تمام موقوفات 100% در قدرت آخون بود. اون وقت آخون چی بود؟ آخون بچه های یا آخون دیگه بودن که تحصیل نداشتن. ببینیم برای اینکه پدر من، پدر شما یا ما اینها یه چیزی دادن، میاد آخون میاد طوری در اعصاب این آدم اثر میکنه که این اگه چه چند پول داره میاد اینو وقف میکنه.
وقتنامه که می نویسه آخون می نویسه. چه شکلی می نویسه؟ طوری می نویسه که این ثروت اما از منقول و غیر منقول، این ثروت از دست خودش و بچه هاش خارج نشه. بنابراین وقتنامه چکلی می نویسه؟ میگه این باغ، این زمین، این خونه، این من وقفش میکنم برای سید و شهدا، اما این آخوند باید اجارهشو بگیره، منافعشو بگیره، خرجش بکنه. حالا این چجوری خرجش بکنه؟ حسابو به کی پس میده؟ یا اینکه میگه تولیت این املاک در دست این آخوند و اولاد این نسلن در نسل در صورتی که عمام سرش باشه باشه. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آخوند در آخوند، نسل به نسل آخوند، اما چون خود من قوم خیش آخوند دارم، خود من دارم سادات دربندی دایی های من هم. خب من دیدم که این آقای مثلا آسد محمد دربندی، آسد نقی دربندی، این تمام اینها، این دربندی ها رو من دیدم، اینها بچه هاشون انقدر که رافتان یه امام هم سرشون میزدن برای اینکه. اما رضاشاه اومد چیکار کرد؟ رضاشاه گفت این لباس باید به تن کسی باشه که تحصیلاتش داشته باشه. برای چی؟ شما باید 20 سال زحمت بکشید تا دکتر بشی، 30 سال زحمت بکشید تا دکتر بشی، یه آخونده بلند شه چون پسر آخونده امام سرشون آخون بشه. اما این میشه که الان میشه جز تقلب، جز دروغ، چیزی دیگه آخون نداره. بنابراین شاه، رضا شاه اون روز که من به دنیا آمدم، خیلی معذرت میخوام آقای دکتر که من توی شرح حال خودم رسیدم به اینجاها. بله. نباید شما یه مقداری راجع به شرایط اجتماعی اون زمان صحبت کردید. من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که بپردازیم به سوابق پدر شما و سوابق مادرتون و بپردازیم به دوران تحصیلش. سوابق پدرم گفتم، پدر من یه کاسب بود. اسمشون چی بود؟ میز مهدی. آمیز مهدی اسمش بود. میز مهدی کاسب که میفرمایید؟ کاسب گفتم، خیاط دیگه. اول گفتم برای شما خیاطی داشت و باشوشی داشت، یه کاسب. اما شما همیشه ساکن تهران بودید؟ همیشه ساکن تهران. و ما یک کاسب روشن فکر بود به عقیده اون روز خودش. دوستانش تمام از همون آخونده، برای اینکه آخوند دو جوره، چند جوره، هزار جوره، ولی یه عدهشون هستن که واقعا تحصیل کرده هستن، دانشمندن، بررسی. این پدر من با این نوع آخوندها چیز بود. شبها که خونه ما یا خونه دوستانش مهمونی بود، تمام این موضوعی که من الان میشنوم اون وقت بحث میشد. این موضوع ولایت فقیه، من خیلی خیلی کوچیک بودم، خیلی خیلی کوچیک بودم، دو پای کرسی نشسته بودیم و مهمونی و همین پلو و خورش اینا میخوردن این آخونده، و همین مسئله ولایت فقیه بود. من همین چیزا الان که من میشومم یادم میاد اینها پیش در زمان رضا شاه و پیش از رضا شاه بود. اینها موضوع معراج روحانی بحث میکردن، معراج جسمانی بحث میکردن، تمام اینها رو این دوستان پدر من که میمدن میشستن بحث میکردن. من میدیدم اون وقت بود. بنابراین من مدرسه ابتداییمو در مدرسه ترقی تموم کردم. در مادر شما فرمودید که از خانواده روحانی بود؟ مادر من، پدر مادر من، از مادر من سادات دربندی بود. بله. پدر مادر من اسمش بود هاشخلی عرب. بله. اون هم چیز روحانی بود. بعد روحانی بود. اینها روحانی بودن، من متمولم بودن، زندگی داشتن، دربند همش مال اینا بود، میدادن، مردم بهشون میدادن. همیشه گفتم شرایط خانواده وقت... شما چطور؟ شما محیط مذهبی بزرگ شدید؟ محققا پدرم نماز میخوند، روزه میخوند، مادر من قرآن از حفظ بود. من خودم الان میتونم خیلی از قسمت های قرآن از حفظ برای شما بخونم. بله. میتونم، برای اینکه من وقتی که بچه بودم چون در این خانواده روحانی بزرگ شدم، میرفتم همون مسجد حاج ابوالحسن. یعنی
یعنی همون مکتب خونی نه مسجد حاج ابوالحسن مدرسه بود، دوستان بودن اینها، بعد اومدن با همون عمامه ما رفتیم مدرسه متوسطه. من عمامه نداشتم بله. اما دوستان من عمامه داشتن. و شما دبستان رو در واقع در اون نوع نه دبستان من در دبستان دولتی ترقی خوندم بله. دولتی بود بله. اما این در پهلوی این درس های عربی و مثلا نصاب و سبیان و آموزش و شرل و معانی بیان و تو مسجد با اون آخونده خوندم بله. و به همون شکل با آخوندم خودم پی بردم به این آخوندی. ابتدا پدرم میگفت من سعی کردم ارتش و نظام رو دوست داشتم، سعی کردم. پدرم 7 بچه دار شد، 5 تا پسر 2 تا دختر. بعد امکان نداشت برای یک کسب کوچیک همه اینها کار نکنن، همه اینا درس بخونن. فقط من کار میکردم. شما پسر چندمی بودید؟ من اولی کار بله من کار میکردم. بعد رسیدم به جایی که هم درس مدرسه ترقی رو خوندم، بعد رفتم مدرسه ادب، دبیرستان ادب. ضمن دبیرستان با دوستانم که اینها لیسانس حقوق شدن، اینها فرماندار شدن، اونها هر کدوم ما یه راه رفتیم بله. دکتر شدن. اون وقت من مدرسه متوسطه رو در دبیرستان ادب و دارالفنون طی کردم بله. علم ادب علمیه دارالفنون، دیپلم علمی از دارالفنون گرفتم. دیپلم علمی که از دارالفنون گرفتم رفتم مدرسه طب. مدرسه طب اون وقت خیلی زحمت کشیده شده آقای دکتر تا مدرسه طب ایجاد شده بله. مدرسه طب اون وقت چهارراه لاله‌زار تو یکی از تو خونه سردار اسد بختیاری بود. چند تا اتاق بود، علی الملک هم رئیسش بود. اون وقت برای تشریح یه مجسمه های مقوایی چوبی بود، اینا رو گفتن و من ارشد اون کلاس بودم. رحمتیان اینا، این دکتر اینا اونجا هم دوره من بودن بله. اون وقت ما اونجا پول نداشتیم بدیم، برای اینکه بیانه میخواستن برای لابراتوار. من سرصدا را انداختم، ادیب الملک مال پلیس با اسب و اینا آمدن و بعدن علی ملک من صدا کرد گفت پسر چرا اینجوری شروع میکنی؟ چرا شروع؟ گفتم من ما کاخ نمیخوان، ما اتاق تشریح میخوان. این چه داد بیداد کردم و گفت بچه تبون تو ببن و الا بعد ببینیم. من از همون جا اومدم بدونی که به پدرم بگم، بدونی که به مادرم بگم، بدونی که به خانم، صاف رفتم دانشکده افسری، صاف رفتم اداره نظام وظیفه. اداره نظام وظیفه رفتم، گفتم من میخوام برم نظام وظیفه. گفتم آقا این یه ما باید رضا شاه دستور داده که اشخاصی که تحصیل کرده هستن، دیپلم و لیسانس و دکتر هستن، یه ما بدن توی سربازخونه مثل سرباز زندگی بکنن بله. تا اینکه به زندگی سربازی پی ببرن. این کار 2 هفته است انجام گرفته، بنابراین تو رو نمیتونیم قبول بکنیم. و از طرف همه در میرن، تو چطور میخوای بیای خدمت سربازی کنی؟ گفتم من دلم بخواد. رو میزش نگاه کردن دیدم اداره معافی منه مینویسه به برای مدرسه طب. گفتم آقا جون این معافی منه ننویس، من میخوام برم خدمت بکنم. گفت خیلی خوب. گفت اما 2 تا عکس میخواد. گفتم یه عکس که رو اینه، یه عکس من تو جیبم دارم، بذار روش. گذاشتش گفتم برا برده. یه استوار بود، اون وقت من نمیفهمیدم نظام یعنی چیه بله. اصلا این درجات رو نمیشناختم، رسته ها رو نمیشناختم. گفتش که بوده تو اون اتاق باید معاینت بشه. درستم اون چیدم یه آقایم اونجاست، یه گروبان بود از این طبیب مجازا، یه کسی اونجا واشتده بود و گفتش که تو مخواه خودت بیا خدمت وزیر. گفتم آره میخوام بیام خدمت وزیر. گفت همه در میرن. گفتم من میخوام بیام سلامتم هستم. گفت سلامتی برو، از این نگام نگرد. رفتیم دانشکده افسری، خدا بیاموزه. این دفتری ستوان بود، آژدان دانشکده افسری بود. گفتش کجا میرم؟ گفتم والا من هیچی نمیدونم، هر جا منو بفرستیم. گفت برو هنگ بهادر پهلوی. رفتیم هنگ بهادر. هنگ بهادر رفتیم، یه جوون زبر و زرنگ بودیم.
رفتیم اونجا. این افشارتوسی که کشتنه اون ستوان بود، فرمانده اون گوران دانشجو بود. گفت این آقا فکولو ببرین، کلش رو بترشین، رختش نظامیش تنش کنین، کراواتشو بردارین. ما کراوات هم داشتیم اون وقت، به حساب ایرون یختم چیز بودیم، فرنگ معاب بودیم. اومدن کله اونم تنشیدن و لباس نظامی تن کردیم، رفتیم بگیم. گفتن قدم آهسته، قدم آهسته کردیم. شب جمعه بود و مرخص میکردم. حالا پدر و مادرم دنبالم میگردن که من کجا هستم. بالاخره اومدیم شب با کتلیک و قابلمه و نون و جیرم اونم که دادم با خودم ورده چون اومدیم خونم. اومدیم خونه پدر و پدر مادر شدیم. چرا همچی شدیم؟ خودم رفتم دیگه، رفتم نمیتونستم. حالا میدونی با چی نمیتونستم؟ من یه مادر پدر داشتم. میام میرفتم در پولی کلینیک شیر خورشید سرخ با دکتر ملک افسری کار میکردم. این تهران این نبود که به امروز انقلاب ما ولش کردیم. من اینجایی که میدون بود تمام لجن بود، تمام لجن بود، تمام گل بود. ما این پلیکلینیک پایین این میدون، نه این میدون، ایستگاه راهن بود، راهنی که میده شاب دلازیم، روبروش اصلا گل بود. نخ ری و مولوی وجود نداشت. ری و مولوی بعدها شد. بله. اون پایین تمام لجنزار بود، تمام مالاریا بود، تمام بدبختی بود، تمام بیچارگی بود. ما رفتیم تو اون پلیکلینیک، تو این پلیکلینیک که ما رفتیم، یکی اومد گفت آقای دکتر به داد من برسیم میشه. ملک افسری به من گفت توفانیم بیا با هم بریم. ما با هم رفتیم. آقای دکتر شما نمیدونین این خونه چی بود. یه درداش گود، اصلا یک وضعی، همه بیمار، همه حسبه. ما اینا نگاه کردیم، اما من اعصابم میلرزید، تنم میلرزید از بدبختی. آمدم منزلم، یه مادر پدر داشتم که خانم بسیار خوبی بود. به مادر پدرم گفتم مادر امشب من وضعیت بدی دیدم و نمیدونم چیکار کنم. به من گفت مادر میخوای دکتر بشی؟ یک دکتر طب همیشه مواجه با بدبختی مردمه. اگه هر چقدر پول داشته باشه، اون وقت لغت میلیون و میلیارد اون خانما نمیدونستن، ولی مقصودش این بود که اگه شما میلیاردر هم بشی، ناخوش که بشی بدبختی. گفت اگه میخوای با خوشی، گفت اما تو اگه دکتر بشی میتونی مردم رو از بدبختی نجات بدی، اما همیشه خودت مواجه با بدبختی مردم هستی، باید ببینی. اگه میخوای خوشی مردم بینی، برو رقاص بشو، برو مطرب بشو، دار یه زنگی بزن، خط سرون، هموزایمون، عروسی، هر چی که رقص تو تانه دعوتت میکنن. این اما من بالاخره اینها هزینه داشت، خرج داشت. پدرم دو تا بچه برادر کوچیکای منو و بعدی منو بعد از این بعدیان به این دومی سومی رو گذاشته تو بازار. من که میرفتم از اون طرف میخواستم برم پلیکلینیک، دیدم اینا رو کولشون بخچه جولاب توپ پارچه هست. خودم پیش خودم فکر کردم، گفتم چه فایده داده من دکتر بشم، برادرم حمال بشن. همون روز این چیزارم دیدم و به مادر بزرگم گفتم، تصمیم گرفتم بیام برم خدمت وزیفم بکنم، بینم چی تو میشه و این برادرمو در بیارم درس بخونم. و کردم، رفتم دانشکده افسری و بردنم هنگ بهادر رو سرم ترشیدم و اومدم و مهر 1313 آقای دکتر که اولین کلنگ ساختمون سالن تشییع دانشگاه رو زدن، من افسر وظیفه هوایی شدم. حالا چرا هوایی؟ من عاشق هواپیمایی بودم. وقتی که به شما گفتم، وقتی که من مدرسه ابتدایی بودم، آخوندا جورو با جورن، یه
کلاس سوم ابتدایی بودم یه آخوندی بود به نام شیخ محمد موحد نیشابوری. هواپیماهای یونکس که میومد میرفت آلمان ها میومد میرفت دوشون طرفه میشست، ما به دو میرفتیم، من به دو میرفتیم هواپیما رو تماشا میکردم. نفهمیدم چطور شد این، من این هواپیما رو که دیدم تو حیاط مدرسه بالا پایین میپریدم. برگشتم تو اتاق، این آخوند به من گفت پدر خر بالونه که میبینی نپر بالا پایین، سرتو بنداز پایین خجالت بگیر. ژاپنیا میگفت، ژاپن میگفت، ژاپن میگفت ژاپنیا پنجره اتاقشون شیشه ننداختن، با پوست آهو میپوشوندن تا وقتی خودشون شیشه ساختن. برو دنبال صنعت. و این تو کله من بود. وقتی که از مدرسه اومدم صاف رفتم دانشکده افسری. تو دانشکده افسری یادم مرحوم نخجوان، تیمسار نخجوان با یزدان پناه اومدن تو سالن بزرگ، گفتن اعلیحضرت رضا شاه دستور داده که چون داوطلبین وظیفه بچه های تحصیل کرده یه بهتری هستن. بیدونی من دیپلم علمی گرفته بودم، ولی اون روزی که من رفتم دانشکده افسری با کلاس پنج متوسطه دبیرستان نظامی هیچ سواد نداشت میامدن دانشکده افسری، بنابراین برای ما خیلی ارزش قائل بودن. گفتن رضا شاه گفته امسال برای وظیفه هم برای هوایی هم وظیفه بگیره. من اولین نفر بودم که بلندشتم، گفتم حاضرم بیام. خیلی هم ازم تمجید کردن. بنابراین با وجود این که من دانشکده افسری احتیاط پیاده رو دیده بودم، لباس افسری هوایی پوشیدم، لباس پیاده دیگه نپوشیدم. اون وقت رفتیم به رضا شاه معرفی شدیم. شما دیگه بالکل مدرسه تب رو ول کردید؟ مدرسه تب رو ول کردید. چه مدتی شما در مدرسه تب؟ مدرسه تب یه سال هم نشد، همون سال اول PCN دیدم. همون PCN دیدم، تحمل نتونستم بکنم. بعد رفتی دیگه نیروی رفتم هوایی و... رفتم زمینی و بعد نیروی هوایی رفتم و یه حرف رضا شاه، رضا شاه یه جمله رضا شاه اونجا گفت که این آدمی که میگفتم بی سواد، اون روز اولین روزی بود که رضا شاه گفت افسران من. برای اینکه پیش از اون روز مهر 1313 افسران می گفتن صاحب منصب. اون روز گفت، اون یه بهروز بود تو نیروی هوایی بهش کار دادن با نخجوان اینا. ما یه فرهنگستان درست کرده بودیم تو نیروی هوایی که این فرهنگستان سعی میکردیم لغات فارسی قدیمی رو، شما نصاب این دوره ناصری رو خوندین؟ بله بله. تمامش اصلا عربیه. ما سعی میکردیم زبون فارسی رو، اون بهروز رو، اینا رو زبون فارسی رو اشاعش بدیم. اون افسر از اون روز 1313 شد. گفتش که رضا شاه به ما گفت افسران من، برید به دنبال ایجاد خانواده. اگر خانوادتون رو شما دوست داشته باشین، خونتون رو دوست داشته باشین، محلتون رو دوست دارین. اگر محلتون رو دوست داشته باشین، شهرتون رو دوست داشتین. اگر شهرتون رو دوست داشته باشین، استانتون دوست داشتین، استانتون دوست داشته، مملکتتون دوست داشته. بنابراین پایه وطن پرستی خانواده است، دوست داشتن زن و فرزند و خانواده. در هر صورت اونم خیلی بیراه نبود، خیلی بیراه نبود، مرد بسیار وطن پرستی بود. البته هر کسی اشتباه بکنه، چیه که اشتباه نمی کنه. اما من به شخصه فکر میکنم که رضا شاه اگر املاکی رو گرفت دور وریاش گرفتن، این فکر میکرد که اینها رو آباد بکنه برای مملکت، فکر میکرد اینها رو که برای مملکت آباد کرد. ولی بعد شهریور 20 تمام خونهایی که واسه دهاتی ها در شمال صفحه دهاتی خودشون خراب کردن. پس ما خودمونم خرابیم، خود این
حالا وسط صحبت پیش میاد، رفتم در کرمانشاه، یه دسته زیر چادر این پایین زندگی میکردن. چه سالی آقا؟ این مثلا 7-8 سال پیش یه دسته پایین زندگی میکردن، خونه ها رو در آب پنجره شکنده بودن سر تپه. چه خونه های ماه خوشگلی. گفتم آخه بابا اون خونه ها چه نمیدین تو اون؟ گفت بله اونا رو واسه ما ساختن، ما خودمون در شکنده میدیختیم دور، ما میخوام تو چادر زندگی. حالا چیکارش میشه کرد؟ این میخواد تو چادر زندگی بکنه، کارش نمیشه کرد. این حالا اسمش میذارن آزادی یا هر چی میذارن، خب هستش دیگه. در هر صورت ما اومدیم دانشکده افسری، از دانشکده افسری ستوان سوم وظیفه هوایی شدم. اومدم نیروی هوایی، دوره دیدبانی هوایی رو دیدم. دوره دیدبانی هوایی که تموم کردم، در وسط دوره به ما گفتن که اگر شما یه امتحانی بدیم می‌رسیم اکول سوپریور.